نیکاهنگ کوسار، روزنامه نگار حوزه آب و زمینشناس از واشنگتن با ما هستن. وقتتون بخیر جناب کوسار. اون چه که در واقع الان دنیا باهاش مواجهه، حتی کشورهایی رو که خودشون رو در زمینه پیشگیری و پیشبینی شرایط موجود پیشرو میدونستن درگیر کرده، الان با بحران مواجهن. سیاستهایی که در نظر گرفتن دست کم برای مواجهه با بحران فکر میکنید کارایی داره و اون دقت لازم درش در نظر گرفته شده که نخوان به این گونه در واقع غافلگیر بشن؟ خانم قیاسی، در طول چند دهه گذشته و به ویژه بعد از اجلاس پاریس در 2015 و اجلاس گلاسکو در سال گذشته، خیلی ها امیدوار بودند که کشورهای مختلف، کشورهای مترقی به ویژه کشورهای اروپایی، آمادگی بیشتری داشته باشند. اما به نظر میرسه مجموعه هایی که بایستی پیشگیرانه عمل میکردند الان دارن واکنشی عمل میکنند و یک متغیر بزرگ هم اضافه شده، اون هم جنگ اوکراین هست. الان بسیاری از کشورهای اروپایی که میخواهند شرایط زندگی رو برای شهروندانشون بهتر بکنن در شرط گرما، بایستی برق بیشتری تولید کنن و برق بیشتر وقتی گزینه‌های سوخت فسیلی که از روسیه میومد الان داره قطع میشه، خیلیاشون در این شرایط رفتن سراغ زغال سنگ، یعنی خود زغال سنگ و نیروگاه زغال سنگی که جزء مجموعه های تولید کننده گرما هست داره الان بیشتر فعالیت میکنه. و از طرف دیگر در بحث مدیریت منابع آب هم کشورهای اروپایی الان دارن متوجه میشن که دچار چه کاستی هایی هستن. الان برخی از رودخانه های اروپایی دارن به پایین ترین سطح خودشون در 15 یا حتی 20 سال اخیر میرسن و این نگران کننده است و وضعیت آبیاری و وضعیت کشاورزی برای خیلی از اونها نامعلوم هست، به ویژه الان هم که مسئله کشاورزی بعد از جنگ اوکراین تبدیل به یک نگرانی بزرگ شده برای کشورهایی که بالاخره از منظر غذایی وابسته بودند به غلاتی که از سمت اوکراین و حتی روسیه میومد. در کل چه از بعد آب و هوایی، چه از بعد انرژی و چه از بعد غذایی، همه دچار یک نگرانی ویژه هستند. جناب کوسار، اروپا و مشخصا کشورهای توسعه یافته تو یکی دو دهه اخیر به دلیل جنگ‌هایی که در کشورهای مختلف رخ داده بود درگیر یک بحران پناهجویی شدند، بیشتر جنگ سوریه، عراق، افغانستان. آیا میشه گفت در آینده بسیار نزدیک باید شاهد مهاجرت‌های اقلیمی باشن با شرایطی که پیش اومده؟ مهاجرت‌های اقلیمی شاید چند سال پیش واژه چندان درستی به نظر نمی‌اومد، چون خیلی از اتفاقاتی که افتاده بود ناشی از خشکسالی انسان محوری بود که ناشی از مدیریت بد آب بود، مثلا در سوریه، در بخش‌های از عراق، در بخش‌های از شمال شرق آفریقا، در شرق آفریقا. اما الان ما شاهد این هستیم که برخی از مناطق اونقدر دارن گرم میشن که مردم توان ادامه حیات در اون مناطق رو ندارن و منابع آب هم داره از دست میره و دولت‌ها برای تولید انرژی هم دچار مشکل میشن، انرژی تجدیدپذیر رو نیومدن توسعه بدن به اندازه کافی. در نتیجه شهروندان چاره‌ای ندارن جز جابجا شدن به جاهایی که قابلیت زیست بهتری براشون داشته باشه. حالا اینکه ما بخشی از مهاجران اقلیمی رو داشتیم که از محدوده خاورمیانه در طول چند سال گذشته به صورت حتی هجومی به سمت اروپا حرکت کردن و خب بحران‌هایی رو ایجاد کردن، الان این مسئله میتونه تشدید بشه و به دلیل اینکه آمادگی ویژه‌ای وجود نداره برای اینکه مدیریت بکنن این مسئله رو، این میتونه خودش به خشونت‌های منتهی بشه، همونطوری که مثلا در محدوده مرزهای چک، در مجارستان و در برخی از نقاط اروپایی دیدیم که برخی از دولت‌ها مقابل این مهاجران می‌ایستادن. و اگر هوا باز گرم‌تر بشه و یک اتفاقی بیفته در برخی از مناطق اروپا، حتی مردم مجبور بشن به مناطق شمالی تر برن، شاید دولت‌ها با وجودی که خیلی‌هاشون عضو اتحادیه اروپا هم هستن مجبور بشن سیاست‌های جدید رو پی بگیرن. جناب کوسار، الان شرایط اروپا حتی برای پذیرش و یعنی دیل کردن با مشکلات خودش مناسب نیست، بعد چنین مهاجرت‌هایی اگر صورت بگیره باید شاهد چه شرایطی باشیم در کل جهان؟ خیلی کوتاه بفرمایید. اروپایی‌ها سال‌های سال ناظر بودن که در برخی از کشورهای دیگر چه اتفاقایی می‌افتاد و براشون کمک مالی می‌فرستادن برای حل کوتاه‌مدت اون مشکلات. خودشون الان ممکنه با این مشکلات مواجه بشن و کمکی هم دیگه وجود نداشته باشه که دریافت بکنن. به نظر می‌رسه که بایستی دانشمندان در کنار سیاستمداران مترقی اروپایی برنامه‌ای داشته باشن برای
شرایط اضطراری فعلی که هم مسئله سوخت اوکراین وجود داره، هم مسئله جنگ روسیه و اوکراین وجود داره، مسئله غذا هست، که بیان برای آینده نزدیک برنامه‌ریزی کنن که بعد در آینده دورتر بتونن یک زیرساخت جدیدی رو طراحی بکنن برای مدیریت مسئله. سپاس از شما نیکا هنگ کوسار، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین‌شناس از واشنگتن.